بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجهم هم سلام بینندگان عزیز شب شما بخیر رئیس جمهور نقش بانک ها در کمک به بهبود شاخص های اقتصادی را مهم دانست و از آنها خواست خود را مدرن تر عمل کرد و صورت های مالیشن را شفافتر و دارای های منجمد خود را برای بکارگیری در توسعه اقتصاد کشور آزاد کنند آقای روحانی در 57 هفتمین مجمع سالیانه ی بانک مرکزی بر نظارت دقیق تر این بانک بر مؤسسات مالی تاکید کرد. رئیس جمهور آماری هم از شاخصهای اقتصادی ارائه کرد و گفت تورم تکرقمی است و برای سال آینده هم تکرقمی خواهد بود. رئیس جمهور گفت در چهار سال گذشته دو میلیون یعنی سالانه 500 هزار شغل ایجاد شده است رئیس کل بانک مرکزی هم گفت نرخ ارز و نرخ سود بانکی باید متناسب با اقتضاعات اقتصاد کلان تعیین شود. برج شیشه بانک مرکزی میزبان یک نشست مهم سالانه با حضور عالی ترین مقام اجرایی کشور و برای بررسی و تصویب ترازنامه سالانه بانک مرکزی. رئیس جمهور پس از این نشست به میان مدیران عامل بانکها و مؤسسات آمد و شفافیت و انضباط مالی را دو وظیفه بانک اعلام کرد. آقای روحانی همینطور با اشاره به نقش بانک در ایجاد شغل خبرهای خوبی هم از اشتغال ناشی از طرح بهسازی بافت فرسوده داد. در سال آینده دویست هزار واحد مسکونی ساختش آغاز بشه رئیس جمهور مشکلات اخیر برخی مؤسسات مالی و اعتباری را نتیجه نبود شفافیت و نظارت دانست و از همکاری و تلاش بیوقفی سقوه برای حل مشکل سپرد گذاران گفت بانک مرکزی در کل امسال 96 پارسال رو هم تا اینجا یک رقمی حدود نزدیک 20 هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته برای نجات این وضعیت محسوسات. آقای روحانی در ادامه گریزی هم به ارتباط بانکی با جهان زد و با بهتر خواندن رابطه بانکی ما با دنیا گفت بانک های ما باید برای تطبیق با بانک های جهانی مدرن تر شوند رئیس جمهور همینطور اجرای شرایط گروه مالی موسوم به FATF را از راه های فاصله گرفتن از فهرست سیاه خواند اگر این کارها رو ما انجام بدیم اون لوایح رو ما تصویب بکنیم اقدامات لازم رو انجام بدیم به هر حال ما یک قدم از اون لیست سیاه فاصله گرفتیم تو مقررات و اقدامات بانکی و مالی که وجود داره اون اقدامات گروه مالی افزایش بیرویه شعب بانک ها در سطح شهرها و بنگاهداری بانک ها دو مقوله انتقادی بود که امروز رئیس جمهور بر آنها انگشت گذاشت اول خیابون میریم میگه این تابلو این بانک هست وسط خیابون میریم با تابلو بانک اون وره خیابون فرعی میریم میبینی دو مرتبه تابلو با اون بانک هست از کجا آورده این همه پول از کجا آورده این همه ساختمان این همه ساختمان گران قیمت چرا پول مردم حبس کرده هی شعبه 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 آقای روحانی همچنین از امیدآفرینی بانک و نقش آنها در ایجاد اعتماد مردم به دولت گفت و از مسئولان بانک مرکزی خواست درباره دو موضوع به مردم قول دهند رو تورم قول بده بگه سال آینده تورم تکرقمی است رو ارز هم به مردم قول بده رئیس کل بانک مرکزی هم پیش از سخنان رئیس جمهور با ارائه گزارشی از عملکرد سیستم بانکی از برنامه جامع اصلاح نظام بانکی و عزم سیستم بانکی برای رفع مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی همینطور اقدامات این بانک برای کنترل بازار ارز و نرخ سود بانکی گفت بانک مرکزی اعتقاد دارد نرخ‌های کلیدی اقتصاد من جمله ارز و نرخ سود بانکی باید در مسیر مناسب و سازگار با اقتضاعات اقتصاد کلان حرکت نمایند تا موجب بروز عدم تعادل در اقتصاد نشود ایجاد یک میلیون و هزار فرصت شغلی برنامه سال آینده دولت است با سرمایه بیش از 73 هزار میلیارد تومان سی هزار میلیارد تومان آن از طریق تسهیلات بانکی تعمین می شود در لایحه بودجه سال 97 حدود 20 بند مختلف برای نظام بانکی کشور در نظر گرفته شده تعیین تکلیف نرخ سود تسهیلات بانکی از مهمترین آن هاست همین طور رتبه بندی بانک ها بر اساس عمل کرد میزان سرمایه و استانداردهایی تعیین شده این به مردم کمک خواهد کرد تا در سال آینده بانکی را با شاخصه های مناسبتر در ارائه خدمات و البته سپرده گذاری انتخاب کنند علی بای خبرگزاری صدا و سیما بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران